اما این مادران که در قلب هر فرزندی جایگاه خاصی دارند، اینها مسئولیت بسیار بزرگی را هم خداوند متعال به اونها سپرده است. به این نکته توجه کنید که الله تعالی فرزندانی را در آغوش مادر قرار می دهد که آینده این فرزندان می توانند جامعه را هدایت کنند، جامعه را بسازند، جامعه را به گونه ای که الله تعالی می خواهد اون گونه جامعه را اینها بسازند. این در صورتی هست که مادر مسئولیت خودش را به خوبی انجام بدهد، مادر به گونه ای باشد که در تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به اون اشاره شده. اگر مادران درست تعلیم ببینند، احکام اسلامی را یاد بگیرند، با شاعر اسلامی آشنا بشوند، می توانند بهترین مربی باشند. فرزندی را که الله تعالی در دامن مادر می گذارد، اون فرزند پاک هست، معصوم هست، در ذهن اون، در وجود اون هیچ شکل و شباهتی وجود ندارد، بلکه اولین صورتی که این فرزند این طفل معصوم میبیند، اولین صدایی که میشنود، اولین جمعی که در اونها قرار میگیرند، این جمع خانواده هست که بیشتر از عمه مادر را میبیند. نفس‌های گرم مادر هستند که این طفل را در حقیقت تربیتش می‌کنند. این مادر این مسئله را حتما به ذهن خود بسپارد که الله تعالی زندگی دنیا را، آینده انسان‌ها و بشریت را توسط این طفل و این اطفال و بچه ها در حقیقت به مکتب مادران سپرده هست. مادر آینده این دنیا را می تواند بسازد و این مادر هست که می تواند نسبت به آینده بشریت هم بی تفاوت باشد.